در عملیات پاکسازی چهارراه غزنی پیش از صد شورش کشته شدند. به نام خداوند بخشاینده و مهربان، باز هم خوش آمدید به یک از ویدیوهای کانال دیلی پرست. تقاضا می نماییم که تا آخر این ویدیو با ما همراه بوده و کانال ما را سابسکرایب نمایید. رادیو آزادی در صفحه رسمی فیسبوکش می نویسد: در عملیات پاکسازی شاهراه غزنی پیش از صد شورشی کشته شدند. مقام های امنیتی غزنی می گویند که در جریان عملیات نظامی که به هدف پاکسازی شاهراه نمبر 2 صورت گرفت، ده ها شورشی مسلح کشته شدند. ایمل خان مومند، مسئول مطبوعات قول اردوی 203 تن، در امروز یک شنبه 21 ثور به رادیو آزادی گفت: این عملیات به هدف بازگشایی شاهراه نمبر 2 میان غزنی و پکتیکا به همکاری نیروهای هوایی و زمینی چهارم ماه می آغاز و تا ناوقت دیروز شنبه ادامه یافت، که در نتیجه آن پیش از 100 شورشی مسلح کشته و 39 تن دیگرشان زخمی شده اند. به گفته آقای مومند، در این عملیات 2 تن از نیروهای امنیتی هم کشته و 5 تن دیگر زخم برداشته اند. گروه طالبان تا هنوز در مورد چیزی نگفته است. با وجود تلاش ها، تا هنوز از میزان جنگ در افغانستان کاستن نشده است. این در حالی است که حمله طالبان در بلخ 4 نیروی امنیتی کشته و 7 تن دیگرشان ناپدید شده اند. هشت صبح کابل، گروه طالبان شب گذشته به یک قرارگاه پلیس شاهراه در ولسوالی بلخ، ولایت بلخ حمله کرده است. مقام های امنیتی در بلخ تایید می کنند که در این حمله تهاجمی 4 نیروهای امنیتی کشته شده اند و 7 سرباز دیگر زخمی و ناپدید شده اند. عادل شاه عادل، سخنگوی پلیس بلخ، در صحبت با روزنامه 8 صبح گفت که این حمله ساعت 9:30 دقیقه شب گذشته به قرارگاه نیروهای امنیتی در مربوطات ولسوالی بلخ صورت گرفته است. او افزود که حمله گروه طالبان با اعزام نیروهای کمکی دفع شده است، اما در نتیجه درگیری ها 4 نیروهای امنیتی کشته شده اند و 7 سرباز دیگر نیز زخمی و ناپدید شده اند. سخنگوی پلیس گفت که قرارگاه مربوط پلیس شاهراه بوده است. از جانب دیگر، ولسوال ولسوالی بلخ می گوید که حمله گروه طالبان در مربوطات ولسوالی چهار بولک صورت گرفته است. ولسوالی بلخ در 20 کیلومتری شهر مزار شریف مرکز ولایت بلخ واقع شده است. این ولسوالی با ولسوالی های دولت آباد، دهدادی، چمتال، نهر شاهی و چهار بولک متصل است. در عین حال فرمانده پیشین پلیس فراه به طالبان پیوست. او در حالی به طالبان پیوسته است که فرید بختور، پسر او و رئیس پیشین شورای ولایتی فراه، از مخالفان سرسخت طالبان در فراه بود. فرید بختور 2 سال پیش در یک سانحه هوایی در فراه کشته شد. اطلاعات روز، ستار حسینی نماینده مردم فراه در مجلس نمایندگان روزنامه اطلاعات روز تایید میکند که عبدالجلیل بختور، فرمانده پیشین پلیس فراه، به گروه طالبان پیوسته است. دادالله قانی، عضو شورای ولایتی فراه، نیز به روزنامه اطلاعات روز گفت که عبدالجلیل بختور صبح امروز یک شنبه 21 ثور در روستای دیزک در شرق ولسوالی بالا بلوک به گروه طالبان پیوسته است. آقای قانی گفت که عبدالجلیل بختور بین سالهای 1381 تا 1383 خورشیدی به عنوان فرمانده پلیس فراه وظیفه اجرا کرده و در انتخابات پارلمانی 2 سال پیش نیز نامزد بوده است. او در حالی به طالبان پیوسته است که فرید بختور، پسر او و رئیس پیشین شورای ولایتی فراه، از مخالفان سرسخت طالبان در فراه بود. فرید بختور 2 سال پیش در یک سانحه هوایی در فراه کشته شد. مقام های مسئول در فراه تا کنون در مورد پیوستن عبدالجلیل فراه به طالبان اظهار نظری نکرده اند. طارق آریان، سخنگوی وزارت داخله، اما گفته است: ما متاسف هستیم اگر چنین شده باشد و این جنرال متقاعد
با مخالفین صلح و آرامش مردم افغانستان پیوسته و زندگی با عزت را بر خشونت برگزیده باشد. فراه در غرب کشور جزء ولایت های ناامن است. طالبان مسلح در بخش های از این ولایت حضور گسترده و فعالی دارند. با تشکر که تا آخر این ویدیو با ما همراه بودید. جهت اطلاع از ویدیوهای جدید و روزانه ما چنل یوتیوب ما را سابسکرایب نمایید. تا ویدیوی دیگر، خدا یار و نگهدارتان. اوقات خوش داشته باشید. خدا نگهدار.